سلام، به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم. در برنامه این هفته ضربت، دلهوره، چهار راه حوادث و طوفان در شهر ما. نگاهی به آثار ساموئل خاچیکیان، استاد خلق دلهوره بر پرده سینما. صحبت سینمای قبل از انقلاب ایران که میشه، به ندرت میشنوین که نویسنده های سینمایی نامی از ساموئل خاچیکیان ببرن، چه برسه به اینکه بخوان آثارش رو تحلیل کنن. یه دلیل عمدش اینه که نویسندگان سینمایی ایران بیشتر به آثار به اصطلاح هنری سینمای قبل انقلاب علاقه‌مندن و توجه چندانی به آثار ژانری یا آثار سینمای تجاری قبل انقلاب ندارن. ساموئل خاچیکیان یکی از مطرح‌ترین نام‌های سینمای تجاری دوره خودشه. کسیه که نامش تماشاچی‌ها رو به سالن سینما می‌کشونده. تابستون گذشته من به جشنواره سینمایی ریتروواتو در بولونیای ایتالیا رفته بودم که جشنواره مهمی برای نمایش فیلم‌های قدیمی محسوب میشه. در این جشنواره 4 فیلم از ساموئل خاچیکیان هم به نمایش درمیومد. فیلم‌هایی که بیش از نیم قرن بود رنگ پرده رو ندیده بودن. در برنامه این هفته ما به تحلیل درخشانترین دوره کاری ساموئل خاچیکیان، یعنی فاصله سالهای 1333 تا 1343 شمسی میپردازیم. دوره‌ای که طی اون خاچیکیان فیلم‌های مهمی نظیر ضربت، دلهوره، طوفان در شهر ما و چهار راه حوادث رو ساخته. ساموئل خاچیکیان، فیلمساز ایرانی ارمنی متولد سال 1302 خورشیدی، یکی از مهمترین فیلمسازهای دهه‌های آغازین تاریخ سینما ایران. فیلمسازیه که موفقیت آثارش در سینمای ستاره محور ایران برای اولین بار نقش و نام کارگردان رو برای مخاطب ایرانی مهم میکنه و نامش مردم رو برای دیدن فیلمها به سالن‌های سینما میکشونه. ساموئل خاچیکیان در مقایسه با فیلمسازهایی که همزمان با او در ایران کار میکردند، کارگردانی سبکگرا محسوب میشه. یعنی او همیشه سعی میکرده در فیلمهاش کارهای جدیدی بکنه. در طراحی صحنه، نورپردازی یا تدوین دست به آزمون و خطا میزده تا ببینه میتونه راههای بیان تصویری جدیدی پیدا کنه یا نه. صرفا دنبال داستانگویی در سینما نبوده، بلکه به استفاده از امکانات هنری زبان سینما علاقه‌مند. کارگردانی چهارمین علاقه‌ای بود که در من نوش گرفت. اولین شعر من در 9 سالگیم چاپ شده در مجله خوشه ها. بعد علاقه خیلی شدیدی داشتم به موزیک و محرک اصلی این قضیه برادرم بود، زیرا که از صبح تا شب این اتیودهایی که پاگانینی و کرایسلر و کریتر و اینا میزد و گوشهای ما همیشه پر میشد با اتیودهای برادرم. به موازات اینها احساس کردم که میتونم نقاشی رو، ولی اینا همش ختم شد به تئاتر. و بعدش من احساس محدودیت میکردم در تئاتر. احساس میکردم که یک دنیایی باید بازتر بشه، زمین و زمان باشه، لایتناهی باشه. این قضیه این بود که دنبال این مسائل بیان تصویری گشتم. در دهه 30 شمسی، در شرایطی که چرخ صنعت سینما ایران تازه داشت به راه می افتاد، خاچیکیان فیلمسازی رو سر صحنه و به شکل عملی و در این حال با فیلم دیدن یاد گرفت. از اونجا که سبک و فرم جایگاه مهمی برای خاچیکیان داشت، مدام به دنبال منابع الهام در آثار فیلمسازهای مختلف می‌گشت و از اونها وام می‌گرفت.
هیچکاک یکی از این منابع که اغلب هم بهش اشاره میشه، مثلا برای خلق حس تعلیق در صحنه‌های دلهره آور. اما هیچکاک فقط یک نمونه است. اگه فیلم‌های خاچیکیان رو با دقت نگاه کنید، تأثیر فیلمسازهایی مثل فریتز لانگ، سینمای اکسپرسیونیستی آلمان، فیلم‌های پلیسی فرانسوی و حتی تأثیر مونتاژ سریع فیلمسازان آوانگارد روس رو هم در کارهای او می‌بینید. به نظر من وقتی که از خاچیکیان حرف میزنیم باید به خاطر داشته باشیم که او کارگردانیه که با وام گرفتن از منابع سینمایی مختلف عناصر متفاوتی رو در فیلمهاش کنار هم میچینه تا اثری یک دست خلق کنه. یکی از نمونه های خوب تأثیر سینمای اکسپرسیونیستی آلمان بر کار خاچیکیان تأثیر اونها در سبک نورپردازی شه. برخلاف اصول معمول نورپردازی که نوری کلی و یک دست به صحنه میتابونه، اون نور اصلی رو کم میکنه و به جاش نوری از پایین یا کنار میتابونه که خیلی قوی و تنده. این باعث میشه که سایه ها بیشتر به چشم بیان و حال و هوای فیلم تیره و ترسناک بشه. هممون شغل آزاد داریم. کار ما آزاد کردن اسکناس از زندون و گاف صندوق هاست. هیچ نمیفهمم. تعجبه. زیر پادا نگاه نکن، سرت گیج میره. خیال کن پل خاجوه. عجب پل خاجوه. بسیاری از نوآوری‌های فنی سینمای ایران در دهه 30 شمسی کار خاچیکیانه. اولین تروکاشکاری موفق سینما ایران کار اونه. در فیلم شب نشینی در جهنم، محصول سال 1336. شب نشینی اولین فیلم ایرانیه که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمده. فیلمی که او با همکاری موشق سروری ساخته و مثل بسیاری دیگه از آثار خاچیکیان ساختاری هیبریدی یا واریته‌وار داره. یعنی که فیلم آمیزه از ژانرهای مختلفه. اوج این ساختار واریته وار رو میشه در فیلم بعدی اون در این دوره، یعنی طوفان در شهر ما دید. فیلمی که آمیزه ای از ملودرام، کمدی، مقادیری تریلر همراه با سکانس ها و فضاهای فانتزی. طوفان در شهر ما فیلمیه که با الهام از منابع متنوع ساخته شده. این فیلم سبک‌های متعدد رو کنار هم می‌چینه. مثلا در اواخر فیلم در یک صحنه ترانه فانتزی عجیب و غریبی در یک قلعه اجرا میشه که بیشتر شبیه یک توهمه. کارگردان در این صحنه از صحنه‌های چرخان تئاتر و قطعات موسیقی استفاده می‌کنه. شخصیت‌هایی از فیلم‌های قدیمی‌تر رو زنده می‌کنه و همه اینها رو کنار هم می‌گذاره. من فکر می‌کنم این صحنه نشون میده که وقتی به عنوان کارگردان این میزان آزادی دارید و لازم نیست در چارچوب قواعد یک ژانر خاص محدود بمونید، چه امکانات وسیعی در اختیارتونه. در نتیجه به خلاف فیلمسازهایی که در یک سبک مشخص کار می‌کنن و خیلی وقتا هم کارهاشون شبیه همدیگه است، خاچیکیان به خودش میگه یک صحنه رو شبیه اکسپرسیونیست ها در میارم، صحنه بعدی رو مثل آثار جورج ملیس فانتزی کار میکنم. او حتی عناصر سینمای دلهره آور رو با ملودرام اجتماعی ترکیب میکنه. خاچیکیان با این کار امکانات نامحدود سینما برای داستانگویی رو به ما نشون میده. Thank you.
دگر زندگی بی ثمرم نقش برابر آرزوهای جوانی در نظرم همچو سرابر بشکن این ساغر پرخون به سر من تو چه خواهی به دل در خیلی از فیلم ها بیننده میدونه که شغل یک شخصیت چیه اما هیچ وقت او رو در حال کار نمیبینه اما در فیلم های خاچیکیان ما آدم ها رو در محیط کار و در حال کار میبینیم و این برای خاچیکیان مهمه و احتمالاً تأثیر سینمای آوانگارد روس رو بر کار او نشون میده سینمایی که قبل از جنگ جهانی دوم و پیش از به قدرت رسیدن استالین یکی از مهمترین مکتب‌های سینمایی دنیا بود و ترسیم تصویر دقیق روند کار رو جزو وظایف هنر می‌دونست. مثلا فیلم‌ها طوری تدوین می‌شدند که مراحل مختلف کار رو به بیننده نشون بدن. این فیلم‌ها نشون می‌دادند که چطور زحمت کارگران در خدمت همه جامعه است. در کار خاچیکیان شما می‌بینید که کارگران هماهنگ با هم و هماهنگ با ترانه و موسیقی مشغول کارند. این ترانه اونها رو به هم پیوند میده و تصویری تقریبا رمانتیک اما در این حال واقعی از شهر خلق میکنه. یکی از ویژگی‌های خاچیکیان اینه که افراد زیادی رو وارد عالم سینما کرده. بسیاری از بازیگران مثل آرمان و ایرن زازیانس رو او در تئاتر ارامنه کشف کرد و به سینما آورد. کشتیگیری مثل رضا بیکمانوردی با سیاهی لشکری و ایفای نقشای کوچیک در فیلم‌های او وارد عالم بازیگری شد. حتی کارگردانانی مثل مسعود کیمیایی، خسرو حریتاش و امیر نادری با همکاری به عنوان دستیار یا عکاس در فیلم‌های خاچیکیان وارد سینمای حرفه‌ای شدند. خیلی از عوامل فنی مثل فیلم بردارا، صدا بردارا و صدا گذارا رو هم خاچیکیان تربیت کرد و در این آزمون و خطاهای تیمی بود که زبان سینماییش پخته شد. ساموئل خاچیکیان سازنده تعدادی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال دهه‌های 30 و 40 شمسی. او موفق میشه علاقه خودش به سینمای جنایی دلهره‌آور رو با علاقه مخاطب عام به ژانر ملودرام تلفیق کنه و چرخه سینمای پلیسی جنایی رو در ایران به راه بندازه. این دوره همزمان با شتاب گرفتن روند مدرنیزاسیون در ایران. روندی که به اشکال مختلف در سینمای خاچیکیان هم ترسیم میشه. نه تلفن نگو. به خدا دیدم. اونجا تو گنجه لباسا چی رو دیدی؟ فیلم دلهره محصول سال 1341 با بازی ایرن، آرمان و رضا بیکمانوردی مثال درخشانی در ترسیم فضای پرتنش و دلهره آور شخصیت‌هایی که معماری محیطشون مدرنه، لباس و ظاهرشون غربیه اما خیلی از معیارها و ارزش‌های اخلاقشون همچنان سنتیه. سینمای خاچیکیان تناقض‌های این جهان گرفتار در برزخ سنت و مدرنیته رو نه با دیالوگ شعاری که به کمک میزانسن و طراحی صحنه به تصویر می‌کشه. بله بهروز هستم. معذرت می‌خوام. اگر به فیلم دلهره نگاه کنید می‌بینید شومینه در این فیلم به عنوان عنصری خطرناک تصویر شده که تمام قتل‌های فیلم نزدیک اون اتفاق می‌افته. شومینه فیلم دلهره که وسط سالن پذیرایی قرار گرفته بسیار مدرنه. و طوری طراحی شده که انگار در فضا معلقه. برای همین میشه اون سمت اتاق رو از ورای شومینه دید.
شومینه در طول فیلم به مکانی تبدیل میشه که خشونت در اطراف اون رخ میده. حتی در یک صحنه یکی از شخصیت‌ها برای زدن یکی دیگه کنده‌ای رو از شومینه برمی‌داره. در نتیجه شومینه‌ای که معمولاً در سینما نماد آرامش، آسایش و امنیت، در این فیلم نماد وحشت تبدیل و منبع خطر میشه. خاچیکیان دکور و فضای داخلی رو طوری میچینه که خونه به فضایی غریبه و پر از اشیای لوکس تبدیل میشه. فضایی که امنیت و آرامش از اون رخت بربسته. خاچیکیان برای مخاطب عام فیلم می ساخت. با این حال این فیلم ها دانش وسیع او درباره تاریخ سینما را نشون می دن. دانشی در حد دانش کارگردان های سینمای هنری. بنابراین سینمای خاچیکیان سینمایی هوشمند، بهره‌مند از دانش سینمایی و آگاه به تاریخ سینماست. اما در این حال برای مخاطب عام گسترده‌ای ساخته میشه. مخاطبی که استقبالش از کارهای اون به بند اومدن خیابون‌های تهران منجر میشه و سالن‌های سینما رو پر میکنه. من فکر میکنم مجموعه آگاهی و ادای دین خاچیکیان به تاریخ سینمای جهان در کنار بکارگیری این ژانرهای سینمایی او رو به کارگردانی اینقدر جذاب و منحصر به فرد تبدیل میکنه. خاچیکیان بیش از 30 فیلم کارگردانی کرده و به عنوان مهمترین جنایی ساز تاریخ سینمای ایران شهرت داره. اما کارنامه‌اش نشون میده که به شکلی استثنایی در ژانرهای مختلف سینمایی دست به تجربه زده. بسیاری از این تجربه ها به دلیل فشار تهیه کننده ها هرگز اون چیزی که اون میخواست از کار در نیامد. با این حال خاچیکیان انقدر دیوانه سینما و عاشق فیلمسازی بود که با هر شرایطی قبل و بعد انقلاب کنار اومد تا بتونه به فیلمسازی ادامه بده. در سالهای آخر عمر تنها 6 فیلم کارنامه‌اش رو نزدیک به ایدئال‌های سینمایش می‌دونست. اما وقتی منتقدا فیلمنامه همین آثار رو هم ضعیف توصیف می‌کردن، حرفشون رو رد نمی‌کرد. اما می‌گفت اون چه در سینما براش نقش اساسی داره، فرمه. خاچیکیان رو میشه کارگردان بزرگ سینمای ژانر در ایران توصیف کرد. کارگردانی که براش روایت بصری فیلم اهمیتی بیش از قصه داره. دیره بهروز، بریم.